فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو این هم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشام همش به راته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. دلم دست به دعاته، چشام همش به راته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بکشافیم و طرحی نو براندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، به طور خاص هموطنان عزیز ما که اینک در ایران، عزیزان اجازه دادید ما مهمان مناظر شما باشیم و هر کجای جهان که هستید، برنامه امید جاودان در این وقت برنامه زنده هستش، روی فیسبوک نیز می توانید ما رو مستقیم ببینید. مشروط بر اینکه مایل هستید ما رو با دوستان خودتون شیر کنید، تا نسبت به آنچه که در رابطه با کشور عزیزمون ایران و کلام خداوند و امید و آرامش هست نیز آنان برکت بگیرن، نه از ما بلکه از کلام خداوند و آنچه را که حقیقتا نیکوس از دستان خداوند برای تک تک ما آورده شده. هموطنان عزیز، در روزهایی به سر میبریم که در کنار اینکه غم و درد و رنج در کشور عزیزمون روز به روز داره بیشتر میشه، اما این امید نیز پرورونده میشه که سرنگونی نظام اسلامی نزدیکتر خواهد شدش. پس بنابراین آنچه را که این دیکتاتور زمانه در ایران انجام خواهد داد این هست که بیشتر روی مردم فشار بیاره، بیشتر مردان و زنان آزادی خواه رو، آنانی که به دنبال عدالت و حقیقت هستن رو آزار بده. و در این روزها نیز ما شاهد بر این هستیم، در کنار پیروزی هایی که از اعتصابات نیشکر هفت تپه گرفته تا دانشگاه ها که ما شنیدیم این روزها مشغول اعتصاب هستن برای حمایت از معلمین، و ایمان داریم که بیشتر و گسترده تر خواهد شد و شاهد سرنگونی این نظام خواهیم بود. اما نظام اسلامی میبینیم که نوکیشان مسیحی رو تحت فشار قرار میده، که به خوبی آگاه هستیم نه تنها برگرد این عمل دیکتاتور دیکتاتوری به 40 سال که یک تجربه شده که رعب و وحشت رو ایجاد میکنه، بلکه 1400 سال هست ما میدانیم که متاسفانه این باور همیشه با ایجاد ترس در دل ملت ها سعی کرده خودش رو ساکن کنه و خودش رو ثابت کنه، غیر از این نمیتوانسته عمل کنه. اما امروز این آگاهی در افکار و در دل احساس انسان ها هست، به طور خاص ایرانی ها که این رو تجربه کردن، نه میترسیم و نه اجازه خواهیم داد که بیشتر از این جلو برن. ما دعا خواهیم کرد، در کنار اپوزیسیون ایستادیم، بدون اینکه عزیزان بخوایم بگیم ما یک اپوزیسیون خاصی رو معرفی میکنیم یا یک شخصی رو میخوایم به شما معرفی کنیم که اون بتونه خدمتگزار شما باشه، بلکه تشویق میکنیم عزیزان رو، شماها رو هم نیز تشویق میکنیم، برای هم اپوزیسیون در دعا هستیم، هم برای ملت ایران در دعا هستیم، همین هم برای نظام اسلامی در دعا هستیم سرنگون بشه. پس در این مسیر جلو میریم و با فیض خدا پیروزی ها خواهیم داشت. رو با وحشتی که نظام اسلامی نیز ایجاد کرده این هستش که سعی کنه مانع ایمان آوردن مردم ایران به عیسی مسیح بشن. ایرانی ها قلب خوبی و قلب نیکویی دارن، فراموش نکنیم ایرانی ها در مسیری که کوروش بزرگ عمل کرد برای آزادی بشریت نیز سخن میگن و جلو میرن. موانع ایجاد شد، 1400 سال این مانع ایجاد شده، اما با این موانع مبارزه شده و داره نیز مبارزه میشه. با فیض خدا پیروزی ها خواهیم داشت. سعی میکنیم در طول برنامه از هموطن عزیزی که در آلمان هستن، اگر بتونیم ایشون رو داشته باشیم روی اسکایپ، آیه برادر عزیزم عارف عزیز نیست، صحبتی در این رابطه داشته باشیم. اما قبل از اون شما عزیزان رو تشویق میکنم لطفا با دعای من متحد بشید، میخوایم برای ایران و ایرانیان دعا کنیم. مهم نیستش که
تو هم وطن عزیزم چه اندیشه ای داری؟ هر اندیشه ای که داری لطفاً با دعای ما متحد شو. اگر حتی خدا رو باور نداری، اون رو به عنوان یک آرزو در دلت بپذیر و با ما متحد شو و مطمئن باش که خداوند عمل خواهد کرد. مطمئن باش که آینده آینده ای هست که برای ایران و ایرانیان خواهد بود. دیگه از این ایامی که این همه سرخوردگی و رنج و متاسفانه دشمنی و بدی بوده آزاد خواهیم شد. پدر آسمانی، خداوند، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت. تو رو شکر میکنم که خدای قدوس نه تنها انسان را آفریدی، بلکه آفریدی تا او به شباهت تو رشد کنه و او را همکاران خودت آفریدی، خدا، تا در مسیر اراده تو حتی در برابر ظالمین بایستیم و به طریق حکمت نیز عمل کنیم. این کشور عزیزمون ایران را به حضورت میارم که به اسارت نظام اسلامی رفته، به اسارت شیطان رفته. از تو میخوام در نام عیسی مسیح، این تو باشی که مطابق فیضت عمل کرده. ای پدر جان، آنانی که در این ستم و ظلم شریک هستن بر علیه ملت ایران، قبل از اینکه دیر بشه قلبهاشون رو لمسون تا توبه کنن و پوزش بخوان از ملتی که تو آفریدی و به حقیقت و به راستی نیز عمل کنن. در غیر این صورت دستو میخوام مطابق فیض در نام عیسی مسیح این نظام رو تو سرنگون کنی خداوندا و ملت ما رو رهایی بده خداوندا از آنچه که این روزها باعث این همه ظلم و ستم شده. پدر جان، خواهش میکنم با فیضت وقت ما رو برکت بده و عزیزانی که با دعای من متحد هستن مطابق فیضت خداوندا به مصلحت‌های دلشون عمل کرده و تو اجابت کننده باش و همه اینها رو در نام عیسی مسیح میطلبیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید. هموطنان عزیزم، هموطن عزیز، قبل از اینکه بخوایم با هموطن عزیزمون، برادر عزیزمون، خادم خداوند و یک مبارز برای ایران و ایرانیان که در مسیر آزادی قدم برمی‌دارن، تشویقتون میکنم برای 23 دسامبر با ما باشید در کلیسای پرستگان مسیح. جشنی خواهیم داشت از ساعت 1 بعد از ظهر که آدرس را حتما در طول برنامه پایین صفحه خواهید دید و یا میتوانید رجوع کنید به سایت ما www.pwoc.church. آدرس هست، از ساعت 1 در خدمتتون هستیم تا ساعت 5:06، چرا که برای صرف نهار هم نیز در خدمت شما عزیزان هستیم. درود میفرستم خدمت برادر عزیزم آقای عارف عزیز. میفرستم به برادر عزیزم رسول و دیگر عزیزانی که در این شبکه فعالانه و مشتاق برای ایران عزیز و برای نام عیسی مسیح خداوند دارن حرکت میکنن، قدم برمیدارن. و همچنین درود میفرستم به همه زجر کشیدگان برای مسیح خداوند و درود میفرستیم به همه زجر کشیدگان برای ایران عزیزمون. و همچنین درود میفرستیم برای تشنگان راه عدالت. آمین. خب برادر رسول، من خیلی خوشحال هستم که امشب دوباره خداوند فرصت دیگه‌ای رو به ما داد که در کنار شما عزیزان و هموطنان عزیزمان باشیم و از شما بسیار متشکرم که منو به برنامه خودتون دعوت میکنین. خیلی ممنون برادر عزیزی. ما هم سپاسگزار از این هستیم که میدونم آلمان الان ساعت چند هستش؟ آلمان الان ساعت تقریبا 11:30 برادر رسول. بله، خب دیر وقت است. هوا چطوره در آلمان؟ هوا بارندگی و کم کم رو به سرما داره میره. واو واو واو. در حال سپاسگزارم که با ما هستید. عارف عزیزم، حتما آگاه هستیم که جفاها در ایران بر علیه نوکیشان مسیح بیشتر شده و اونها رو بیشتر از گذشته تحت ظلم و ستم و ترس و وحشت قرار میدن. حتی خبر این رو شنیدیم که برادر از اون ابراهیم که در زندان هستن، مادرشون هم فوت کرده. کلیپی هم داریم اگر برای اتاق فرمان مقدور باشه اون رو آماده داشته باشیم که پخش کنیم، برای قدردانی از این مادر عزیز که در ایران ایستاده و آزادی فرزندش رو میخواد و همچنین جا داره تسلیت بگیم خدمت برادر عزیزمون ابراهیم و هموطنان عزیزمون که متاسفانه شنیدیم که این مادر فوت کردن. و چه روزگاری برای ملت عزیز ما اینها ایجاد کردن که مردمانی در زندان، قشری در این آوارگی در جهان هستیم و قشری نیز در تحت ظلم و ستم توی کشور دارن به سر میبرن. به فیض خدا باشه که در این روزها
شاهد سرنگونی این نظام باشیم. خوشحال میشیم در این رابطه از شما بشنویم. بله آمین. بله همونطور که شما فرمودید، ما دیروز عزیزی رو، مادری رو از دست دادیم که سالها در انتظار دیدار فرزند خودش بود و سالها آرزوی اینو داشت که پسر عزیز خودش رو در آغوش بگیره. بله. این فرزند ابراهیم فیروز آبادی نوکیش مسیحی که به خاطر ایمان به عیسی مسیح خداوند در ایران بازداشت شد و جرمش این بود که مبارزه بر علیه امنیت نظام. این مادر سالها خب غم، غصه و دوری این فرزند اینو خیلی رنج میداد. علاوه بر اون این مادر مبتلا به سرطان بود و حتی بینایی چشم خودشو از دست داده بود و یک سال آخر دیگه حتی به این ملاقاتی که در داخل کابین به اصطلاح اتفاق می افتاد حتی اونم دیگه به این مادر تعلق نمی گیره و این حکومت اونقدر بیرحم بوده که حتی یک ملاقاتی به این برادر ایماندار ما ندادن که اون مادر در لحظات آخر نفس این فرزند رو روی سینه های خودش حداقل حس کنه. اگه چشماش نمیبینه ولی میتونست با چشم قلب و نفس های اون فرزند رو حسش کنه، اما متاسفانه به خاطر سنگدلی این حکومت این مادر محروم شد از دیدن این فرزند. و من از همینجا، یعنی من نه، همه ایمانداران به عیسی مسیح چه در داخل ایران و چه در خارج ایران به این برادر عزیزمان تسلیت میگیم. آمین. و از این برادر میخواییم که ما رو در غم خودش شریک بدونه و تسلی روح القدس رو برای این برادر و خانواده این برادر از خداوند طالبیم. آمین آمین. سپاس. عارف عزیزم اگر اجازه بدید از اتاق فرمان میخوام که بریم این کلیپ رو ببینیم از این شادروان مادر عزیز، روحشون شاد. برمیگردیم و ادامه خواهیم داد موضوعاتی که در باره همین مسیر نیست قرار هست صحبت کنیم. من مادر ابراهیم فیروزی هستم، مسیحیه. من تقاضا دارم ازتان که به ابراهیم رسیدگی کنین، از زندان آزادش کنین. واقعا توانایی ندارم، بعد نه سوادی دارم نه توانایی دارم، نابینا هستم، نمیتونم هیچ رقمی، کسی، هیچ کسی ندارم که کمکم کنه. من فقط از شما تقاضا دارم ابراهیم منو آزاد کنین. دیگه چی کار کنم؟ نمیتونم دنبالش بدم بیام، چون نابینا هستم. بعد از شما تقاضا میکنم، دیگه نمیدونم چی بگم، واقعا نمیدونم، چون سواد ندارم قشنگ توضیح بدم بهتان. واقعا نه پول دارم نه جا مکان دارم، واقعا مستاجرم، مستاجرم. نمیتونم چی بگم، فقط میدونم که ابراهیم آزاد کنین، تو رو و او هر کسی میپرستین. چند وقت ازش بیخبری؟ من الان نمیدونم، اصلا سواد ندارم که دو سه ساله بیخبرم، ازش خبر ندارم. تا حالا چند بار رفتی ملاقاتش؟ هیچ نرفتم، اصلا نرفتم، نمیدونم برم کجا، باید برم، بلد نیستم برم، چون نابینا هستم نمیتونم برم، کسی ندارم حمایتم کنه، واقعا کسی ندارم، فقط میسپارمشون، خدا بهتر بدانه. نمیدونم چی بگم. خواستت چیه فقط؟ خواستم اینه که محمد ابراهیم منو آزاد کنن، هر چی که خدا پیغمبر میگه آزادش کنم، دلم براش تنگ شده، نمیتونم ببینمش. جانم. حقیقتا ابراهیم چه کار کرده؟ آیا ابراهیم یک مبارزه مسلحانه رو پیش گرفته و در برابر نظام اسلامی ایستاده؟ آیا ابراهیم توی خیابونها رفته گفته مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی؟ ابراهیم چه کار کرد که زندان رفت؟ ابراهیم به این نتیجه رسید که
باور گذشتش مورد مطلوبش نبوده. اصلا ما نمیخوایم اونجا بیستیم که بگیم ابراهیم بر فرض مثال اومده یه دینی رو عوض کرده. نمیخواد. اومده کتاب مقدس رو خونده، انجیل رو خونده و به مسیح ایمان آورده. آیا به خاطر ایمانی که آورده میباید زندان بره؟ و چرا این نوع نظام ها این کارا رو انجام میدن؟ خب برمیگردیم به این که پشت این ایدئولوژی هست و این ایدئولوژی اسلامی هستش که نظام اسلامی رو مجبور میکنه که در این روش نیز عمل بکنه. خوشحال میشیم از شما بشنویم عارف عزیزم نسبت نه تنها ابراهیم عزیز و آنچه که الان شنیدیم و دیدیم، چرا که میدونیم این در اصل میشه گفتش که اتمی از ظلم و ستم نظام اسلامی هست که در طول این 40 سال انجام داده. بله، خب همونطور که ما میدونیم، بله شما فرمودین که ابراهیم عزیز نه اسلحه بر دست گرفت، نه رفت عملیات تروریستی در ایران انجام بده و نه کار غیر انسانی. جرم این بود که کلام خداوند را با عشق و محبت میخواست به دیگران برسونه، پیامی که با صلح بود نه با خشم و نفرت. آیا در کجای دنیا پیامی رو که با عشق و محبت باشه اون جرم محسوب میشه؟ جرمی که اونم مبارزه بر علیه امنیت نظام. و حتی جرم جدید مسیحیان که الان جدیدن در ایران از اون به اصطلاح به عنوان جرم استفاده میکنن اینه که به اصطلاح رفتن به سمت سرزمین اسرائیل، یعنی ایمان به عیسی مسیح. یعنی ما میبینیم هر ساله این فشار بر روی ایمانداران هی داره بیشتر 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 میشه و این مسئله رو یک جور دارن به اسرائیل ربط میدن، در صورتی که ما نه اسرائیلی هستیم، نه جاسوس اسرائیل هستیم، نه برای اسرائیل داریم کار میکنیم. ما یک ایماندار و یک مسیحی هستیم. آمین. ما جز پیام عشق و محبت چیز دیگری نداریم برسونیم، ولی متاسفانه این حکومت از جای دیگه داره سرمشق میگیره. این حکومت از صدای حقیقت وحشت داره و حتی کشورهای دیگه هم برادر رسول هستن که از اومدن مسیحیت در ایران وحشت دارن. بله. چرا؟ چون میدونن اگه مسیحیت در ایران اوج بگیره ظلم ریشه‌کن میشه. چرا؟ آمین. چون پیام مسیحیت پیام عشق و محبته و برای آمین. همین خیلی ها از حکومت‌های خارجی خارج از اروپا، به نظر شخصی خودم یکی از این کشورها میتونه انگلیس باشه که نقش بسزایی در به اصطلاح تغذیه روحانیون در ایران داره به اصطلاح انجام میده، یه نقش بسیاری داره. بله. خب چرا؟ چون برای انگلیس نفعه که این حکومت در جمهوری اسلامی پایدار بمونه. بله. چرا؟ چون تاریخ ایران داره به ما نشون میده که انگلیس دوست مناسبی برای ایران نبوده و نخواهد بوده. مسلم. چرا این مسیحی‌ها رو آزار میدن؟ چرا اینها رو اذیت میکنین؟ فقط مسیحی‌ها نیستن، علاوه بر اون مردم مظلومی که در داخل ایران هستن و ما مسیحی هم جزئی از اون مردم هستیم. بله. و در اون مردم باید زندگی کنیم. ولی متاسفانه سران حکومت جمهوری اسلامی ایران از جاهای دیگه تغذیه میشن تا بخوان به اصطلاح بقای عمرشون بیشتر بشه. برای مثال تا همین چند وقت پیش آقای خامنه‌ای میگفتن که نگاه ما باید به شرق باشه، ولی توی این فشارها و توی این بحران اقتصادی که توی ایران به وجود اومد به خاطر این تحریم‌ها، یهو سرکله وزیر خارجه انگلستان در ایران پیدا میشه. این وزیر خارجه توی ایران چی کار دارن؟ اینا فقط میخوان بیان برای بقای عمر این حکومت چی تلاش کنن و وحشت دارن که اگه یه روزی این حکومت بخواد بره. چرا؟ چون تمام منافع این حکومت ها قطع میشه و برای همین پیام مسیح برای ایران، برای حکومت ایران یه پیام به اصطلاح خوشایندی نیست و خیلی از کشورهای دیگه هم حمایت میکنن که این حکومت پابرجا بمونه. و ما میبینیم متاسفانه برادر رسول جان. برادران ایماندار ما که حتی در داخل اون انگلستان هم هستن، من میبینم حتی مسیحیان، حقیقت رو بخوام بگم، کسایی که اسم خودشونو میذارن مسیحی، ولی ما میبینیم اینا هم در برابر این حکومت دارن
سکوت میکنن و از کردار و رفتار همون انگلیسی ها دارن متابعت میکنن. انگار یه نفر به اینها فرمان داده که شما نباید دخالت کنید. این چی رو نشون میده برادر رسول؟ این نشون میده که برادرانی هم که خودشون حتی ایماندار میدونن در برابر حقیقت سکوت کردن. امروز ابراهیم فیروزآبادی، خب الان سال جدید نزدیک، مثل هر سال ما شاهد دستگیری خیلی از برادران و خواهران ایماندار ما باید باشیم، شاهد خیلی از این عزیزان باشیم که اینا شکنجه بشن در داخل زندان ها. چرا باید سکوت کنیم؟ مگه مسیحی نباید در برابر ظلم به اصطلاح به فریاد بزنه؟ ما وقتی که به زندگی یحیای تعمیددهنده نگاه میکنیم، در همون انجیل لوقا باب 3 ابتدا میایم نگاه میکنیم، میبینیم اونجا یه سری سربازهای حکومتی قرار دارن که اونجا یحیای به اونها میگه که شما نباید به دیگران افترا بزنید و نباید به زور از اونها پول بگیرید. پس این داره نشون میده که یحیای تعمیددهنده خودش حتی به سربازان حکومتی، خب سربازان فقط این نیست که مثال یکی بره به خدمت سربازی، 100% تو اونها یه افسرانی بودن و یا در اون زمان و یا درجه دارهایی بودن که به اصطلاح می اومدن اونجا. خب ما میبینیم یحیای داره به اینها هشدار میده. عیسی مسیح مثال، زمانی که پولس رسول میخواد بره به دمشق مسیحی‌ها رو مورد ظلم و آزار قرار بده، مگه همین عیسی نیومد اعتراض نکرد؟ مگه پولس به پولس فریاد نزد پولس چی کار داری میکنی با من؟ بله. امروز همین فریاد باید فریاد من و شما باشه. آمین آمین. حکومت آمین. جمهوری اسلامی ایران با آمین. ما چی کار میکنی؟ با من چی کار میکنی؟ بله. اما متاسفانه همه دارن سکوت میکنن برادر رسول. بله. این سکوت باید شکسته بشه. این افراد باید سکوت خودشون رو بشکنن. اینا یادشون بده که مسیح به ما گفته که شما باید نمک جهان باشید. آمین. خاک ایران مبارکه. خاک آمین. ایران جزء جهانه. آمین. و ما باید نمک ایران باشیم. آمین. نباید بترسیم. هایکو حسبیان برای به اصطلاح دستگیری مهدی دیباج چقدر فعالیت کرد برادر رسول. بله. کمپینگ های بین المللی راه انداخت. بله. و به اصطلاح نامه ها شکایت ها نوشت برای مجامع بین المللی تا این برادر بخواد آزاد بشه. بله. اما در راه فرودگاه دستگیر میشه، 11 روز بعد جنازش رو پیدا میکنه. بله. از چی میترسی؟ عیسی مسیح میگه من برای شما صلیبی گذاشتم. برادران ایماندار، خادمین ایماندار، کشیشان عزیز، صلیب عیسی خیلی سنگینه. بله. برای ما این نیست که ما فکر کنیم که سبک میتونیم اینو به راحتی حملش کنیم. نه، عیسی میگه بیایید نزد من که اینو با هم حمل کنیم. آمین. که سبک بشه این یوغ ما. آمین آمین آمین. خب آمین. ما میبینیم متاسفانه همه میترسن، همه وحشت میکنن، همه عقب نشینی میکنن. چرا؟ چون میترسن یک روزی مثل هایکو حسبیان ربوده بشن. شما که با این که در یک کشور پر از امنیت و آرامش دارین زندگی میکنین، از چی میترسید؟ مگه هایکو حسبیان یک ایماندار نبود؟ مهدی دیباج یک ایماندار نبود؟ و و خیلی های دیگه. بله، همه اونها در ایرانه ایستادن. بله بله. پس ما امروز وظیفه داریم که این کار رو ادامه بدیم. آمین. ببخشید میکردم شما. بنابراین شما میخواید به نوعی بگید که اون خاکستر نچنج نظام اسلامی که در اصل جزو تیتر دولت انگلیس هست و پیامش و بلندگوش هم از بی بی سی همیشه به گوش مردم ما شنیده میشه و ما میشنویم که میل به این ندارن نظام اسلامی چنج بشه، عوض بشه، این خاکستر بر کلیساهای فارسی زبان هم نشسته. من این گونه تصور میکنم. بله، 100%. کاملا همینطوره. این خاکستر بر کلیساهای فارسی زبان هم نشسته و متاسفانه کلیساهای فارسی زبان هم سکوت کرده، مخصوصا خادمانی که در انگلستان دارن زندگی میکنن. اینو من به حقیقت بگم. و آدمایی هم که مثل من و شما برادران و خواهرای دیگه‌ای که میان در برابر این حکومت ایستادگی میکنن، حتی اینا بر علیه ما هم جبهه میگیرن.
حتی از ما فاصله میگیرن. چرا؟ چون ما داریم حقیقت رو اعلام میکنیم. بله بله. من پیام ما امروز اینه، پیام شما امروز اینه، بیایم برای ایران عزیزمون یکی بشیم. آمین. و برای زندانیان، برای مردم عزیز قدم برداریم. آمین آمین آمین، با فیض خداوند. ما اتفاقا حالا نمیدونم، گاهی من میگم که این خواندگی رو دارم برای کشور عزیزم صحبت بله. بکنم و فکر میکنم اینجا یه سوء تفاهم میشه، چون من میگم من خواندگی رو دارم، بعد بقیه کشیشا میگن ما این خواندگی رو نداریم، و من فکر میکنم وقتی میگم من، منظور ما هممون این خواندگی رو داریم، مانند این میمونه بلد. که چون همه باید در برابر آنچه که امروز ظلم و ستم هست بیستیم، اما حکیمانه مسلما ما تصمیم بر این نداریم که با جنگ و خونریزی بگیم یک نظامی عوض بشه، هرچند این گونه میشه معمولا در برابر دیکتاتور، اما این برای این نیست، داله برای این نیستش که ما سکوت کنیم. رسولان هم سکوت نکردن و مردان خدا در کتاب مقدس هیچ کدوم سکوت نکردن در برابر ظلم. این کتاب مقدس شاهد بر این هستش که خود خدام در برابر ظلم و ستم هرگز سکوت نکرده و از مردان و زنان ایمان استفاده کرده برای آزادی ملت‌ها، از جمله از خود کوروش استفاده میکنه در برابر ظلم و ستمی که به قوم اسرائیل و قوم‌های دیگه روا داشتن، هیچ فرقی نمیکنه. پس امروز سکوت ما چگونه میشه؟ پس نمیدونم، امیدوارم سوء تفاهم نشه و کسی خورده نگیره، اما اگر این گونه باشه، یعنی شبانان و کشیشان فقط معلمینی هستن که میباید مانند یک دستگاه صوتی سخن بگن، اما اعمال و رفتاری در این مسیر نمیتونه باشه. و تصور میکنم که امروز توی یک جایگاهی هستیم که شبانان و کشیش‌های کلیساها باید تکلیف خودشون رو با ملت ایران و کشور ایران نیز کاملا روشن بکنن. کجا ایستادن؟ اگر مردم ما رو دوست دارید، آیا مردم ما رو دوست دارید فقط مسیحی بشن یا نه؟ مردم ما رو دوست دارید که توی رنج‌ها و دردها نباشن. ما که مذهبی فکر نمی‌کنیم. انجیل مسیح و عیسی مسیح هم که رو دست ما باد نکرده که ما بگیم میخوایم برفرض مثل اسلام که تحمیل میکنه باور خودشون. مگه ما قرار تحمیل بکنیم باور خودمون رو؟ من به فرزندان خودم تحمیل نکردم باور خودم رو، آنچه را که دیدم و چشیدم خواستم که اونها ببینم و بچشن. بس ما فقط اگر این گونه باشه که ما میخوایم ایران آزاد بشه، که ما فقط خبر خوش نجات رو بدیم، عذر میخوام، خیلی از خود راضی هستیم، ما هم اشتباه ایستادیم. اما اگر امروز درد مردم رو میبینیم، رنج مردم رو میبینیم، در کنار اینکه آرزوی دلمون هست و میل به این داریم خبر خوش انجیل به گوش اونها برسه، اما میباید آنان رو درک کنیم و بفهمیم. باید مادرهایی همچون برادر اون ابراهیم رو درک کنیم. فقط نمیتونیم بگیم تشکیل بدیم کلیساهای خانگی رو زیاد کنیم، اما آزادی رو به مردم ما یاد ندیم. آن اندیشه آزادی که خدا به انسان داده، اون رو ما نیز ازش غافل بشیم. اگر موافق باشید بریم با همدیگه سرودی رو ببینیم، یکی از سرودهایی که از اشعار کشی سپهر عزیز هست، درباره کافر و خواهرمون سارا خوندن. و همچنین بعد از این اگر مقدور بود برای اتاق فرمان، همون گونه که قبلا عرض کردم، ما مسیحی ها مجموعه ای و سازمانی نداریم به عنوان اپوزیسیونی که برانداز باشه. ما براندازیم، ما میخوایم این نظام سرنگون بشه. پس سازمانی به نام سازمان ونگارد پیس میکرز که به 12 سال پیش برمیگرده، به ثبت رسیده، اما رویای 16-17 سال پیش هست که خداوند من داده. عزیزانی که مایل هستن عضو این سازمان بشن، که به امید خدا بعد از براندازی دستی برای آبادانی کشور عزیزمون باشن، میتوانید عضویت خودتون رو روی سایت ما برید pwoc.church و با شما تماس خواهیم گرفت که ببینیم خدمات شما چی هستش. اما این رو بدونیم عزیزان، بعد از سرنگونی، یعنی ما به فکر سرنگونی نظام هستیم، هر عمل حکیمانه‌ای که لازم باشه انجام میدیم. بازم میگم بدون طرفداری کامل از یک حزب و سازمان و شخصی، عزیزان در کنار اپوزیسیون ایستادیم، همون گونه که در این شبکه هستیم. من ایمان دارم به کاری که آقای شهرام همایون انجام میده، سالها مبارزه که ایشون در این شبکه انجام داد، کمپین ما هستیم رو راه انداخت و فعالیتش بسیار گسترده شدش و
نه تنها برای ایران بلکه جهانی شد و تأثیر خودش رو گذاشته. تا به امروز ما کنار این عزیزان ایستادیم، اما انتخاب و رأی مردم تو دست خودشون هستن. و اگر تو هموطن عزیزم که مسیح ایمان آوردی نگاه میکنی، میبینی نه کلیسایی نه سازمان مسیحی هستش که اون اندیشه آزادخواهی تو رو بتونه در مسیر نجات انسانها قرار بده، ما در خدمتون هستیم، در کنار هم بایستیم. سرور همه ما عیسی مسیح هستش. موقعیت خدمتی ما عملکرد سازمان ونگارد پیس میکرز شورا هستش، یک نفر تصمیم گیرنده نیستش، مطابق کلام خداوند و حکمت و خردی که خدا به ما میده به توسط روح القدس عمل خواهیم کرد. بریم با هم دیگه این سرود رو ببینیم، برمیگردیم و بعد از این اگر آقای عارف عزیزم مایل بودن خوشحال میشم برادر عزیز از شما در این رابطه بیشتر بشنوم. حتما برادر عزیز. سپاسگزارم. اگر کفر است مسیحا را که فرزند خدا دانم، اگر شرک است که عیسی را خداوند و خدا خوانم، اگر دست خورده انجیل و صلیبش کذب بسیار است، مرا پس کافرم دان و چو مشرک بر خدا خوانم. من کافرم اما مطیع مردگان هرگز، مطیع ابن یزدانم که او را در سما دانم. مقام کف می ارزد به دیدار نجات او، چو بینا گشته ام از او مسیحا را شفا دادم. شفا از دست یزدان است، نه از افعال انسانی. خدا تنها کند احیا، من او را چون خدا دانم. شفا از دست یزدان است، نه از افعال انسانی. خدا تنها
وفا در عهد و در پیمان نکردیم، خدا را یاد با ایمان نکردیم. چگونه از خدا خواهیم درمان؟ چگونه از خدا خواهیم درمان که دردی از کسی درمان نکردیم؟ وای بر ما که امروز از محبت خدا سخن میگیم و متاسفانه در جایگاهی قرار گرفتیم که فقط و فقط در این صحبت میل به این داریم که آنچه که ایمان داریم، آنچه که باور داریم رو درش عمل کنیم و نه اینکه ما در مسیر آزادی و امنیت و آرامش مردمی رو که میبینیم توی ظلم هستن، توی ستم هستن، از اونها دفاع کنیم. با آقای عارف عزیز هستیم، برادر مبارز و خادم خوب خداوند که در کنار خدمتشون نیز برای کشور عزیزمون ایستادن، برای مردم عزیزمون ایستادن که با فیض خداوند شاهد سرنگونی این نظام باشیم و با فیض خداوند شاهد بر این باشیم که آینده‌ای نزدیک نیز ما میتونیم توی ایران باشیم برای آبادانی کشور عزیزمون ایران. با درود مجدد به برادر عزیزم در خدمتتون هستم. عارف عزیزم، نسبت مطالبی که فرمودید و آنچه را که من نیز اعلام کردم نسبت به سازمان ونگارد پیس میکرز و این دعوتی که از همه ایمانداران مسیحی میکنم، حتی عزیزانی که مسیح هم ایمان ندارن می توانن کنار ما باشن در این خدمت، مشروط بر این که مایل هستید. اما عزیزانی که به مسیح ایمان دارید دیگه بهانه‌ای ندارید بگیم که هیچ سازمانی، هیچ اپوزیسیونی نیستش که در برابر نظام اسلامی بیسته و ما دوست داریم در این مبارزه باشیم. اگر هستید دستی میتونید باشید در کنار بقیه دستایی که کنار ما هستن برای یک مبارزه سالم و حکیمانه. آمین. آمین. بله برادر رسول عزیز، من همین امروز به اصطلاح این سازمان رو با تمام اون به اصطلاح ایمیل آدرسی رو که به ما داده بودید من روی صفحه فیسبوک خودم هم گذاشتم و از دوستان خواهش میکنم اینو شیر کنن و از همه هموطنان عزیزمون خواستاریم که اگه مایل به نجات ایران هستید و برای آبادانی کشور عزیز ما ایران میخواین قدم برداریم و ثابت قدم باشین، به سازمان پیشتازان صلح بپیوندین. چرا؟ چون دیگر سازمان ها ما شناخت کافی روشون نداریم، امکان داره مسیحیان وارد این سازمان ها بشن، فریب بخورن و به اصطلاح راه رو اشتباه برن. برای همین این سازمان با هماهنگی برادر رسول عزیزمون و دیگر عزیزان به اصطلاح ثبت شده که ما بتونیم در این سازمان ثبت نام کنیم و اینجا گروه تصمیم میگیره، یک شخص خاصی داره تصمیم نمیگیره. من از همه شما عزیزانی که مایل هستید برای نجات ایران، برای بنای ایران حرکت کنین، به این سازمان بپیوندین، مخصوصا برادران و خواهران عزیز مسیحی ما. چرا؟ چون عیسی مسیح یه مطلب مهمی رو به ما گفته که میگه بروید پیام من رو به دیگران برسانید. این پیام پیام صلح و عشق و محبت هم میباشه. ما یه حرف باید مثل عیسی مسیح روی صلیب بزنیم. عیسی گفت تمام شد و ما هم باید بگیم تمام شد. آمین. چی تمام شد؟ مأموریت ما بر روی زمین. مأموریت ما بر روی زمین کارهای عیسیه و ما با سیرت عیسی میتونیم پیام اونو، پیامش رو با عشق و محبت برسونیم و این سازمان امروز برای ما هست که بتونیم فعالانه برای براندازی این حکومت حرکت کنیم، بدون خونریزی، بدون کشتار و بدون تهمت، بدون توهین به دیگران. این خیلی خوبه که بیایم در کنار همدیگه باشیم، در این سازمان ثبت نام کنیم و من از برادر عزیزم رسول دوباره اینو میخوام که آدرس این وبسایتمون رو دوباره یک بار دیگه تکرار کنید که عزیزان ما دوباره بشنوند و اگه تمایل داشته باشن به سازمان بپیوندن. چرا؟ چون این خیلی خوبه که ما بتونیم، ما مسیحیان هم برای براندازی ایران یه حرکت، برای براندازی حکومت ایران با هم یه حرکتی هم داشته باشیم. ما باید کنار مردم ما ایران بمونیم و مسیحی ها امروز باید موقعیت خودشونو نشون بدن. آمین. و ببینن آمین. که برای ایران چه هدفی و چه نقشه‌ای دارن. برادر رسول، آمین آمین. سایت ما خیلی ساده هستش، pwoc.church عزیزان،
همان گونه که برادرم اعلام کردن و من نیز قبلا گفتم، هدف ما این هستش که به فیض خداوند در مسیر حکیمانه عزیزم، بدون ترس و وحشت عزیزم، بتونیم راهی که قدم برمیداریم در اون راه یه راهی باشه که ترش تعریف و معنا داره. خیلی از هموطنان عزیز ما که مسیح ایمان آوردن، خیلی از شبانان عزیز و مد احترام، از پیشکسوتان نیز دعا میکنن برای ایران. اما دعا برای چی میکنیم برای ایران؟ شما برای خامنه ای دعا میکنید؟ حتما دعا کنیم که خداوند قلبشو لمس کنه. اما چقدر دارید دعا میکنید؟ چقدر میخواید دعا کنید خداوند قلبشو لمس کنه؟ اینک خود شخص خامنه ای و نظامی که اون رهبریشو داره میکنه همچون دیو سیاهی شده که داره فقط با تمام قدرتش هم کشور عزیز ما رو، هم مردم ما رو، هم ایمانداران مسیحی رو داره آزار میده. شما چقدر میتونید من میخوایم دعا کنیم؟ ما ایمان داریم که قدرت در دعا هست. خدمت من اینگونه ای هستش که هر روزه برای مردم ایران دعا میکنم. به طور خاص ما همین امروز سه‌شنبه من فکر کنم برای 50-60 نفر ایرانی که تماس گرفتن دعا کردم، اما 40 تا از اینها به خاطر مشکلات مالیشون براشون دعا کردم. و این مشکلات مالی رو چه کسی درست کرده؟ نظام اسلامی درست کرده. چرا ما به دنبال ریشه ها نریم؟ چرا باید بترسیم؟ بارها عرض کردیم وقتی که میگیم سرنگون باد، سرنگون افتادنه، غیر از این هست؟ نهیبم دور شدنه. هر دو مترادف هستن، یک معنا دارن عزیزان، که تو یک مسیر داره قدم بر میداره. چرا به اعضای کلیساتون باید بگید گناه داره بگیم ما سرنگون باد؟ آیا ما سکوت کنیم؟ اپوزیسیون، مردم دلیر ایران برای آزادی ایران جانشون رو بدن؟ ما باید جانمون رو میدادیم. حالا اونا جانشون رو بدن که ما بریم اونجا یه بایبل هم بگیریم دستمون، بعد بگیم خدا به ما گفت ایران آزاد میشه، حالا من برم تو امجدیه 100,000 نفری سخنرانی کنم. این صحبت ها رو ما شنیدیم، اما این گونه نیست. پس صلیب کو؟ ما که تو اروپا و تو آمریکا صلیبی نداریم. عارف عزیزم شما اونجا صلیبی دارید؟ کشور آزاد توی آلمان؟ مشکلات و سختی ها همه جا هست، ربطی به صلیب نداره. من توی آمریکا چه صلیبی دارم؟ حالا دو نفر دوتا توهینم میکنم به من، این صلیب من نیستش. صلیب من توی ایران هست که باید خداوند رو خدمت بکنم. صلیب من زمانی هست که در برابر نظام اسلامی میایستم، اون جایی که دولت انگلیس ایستاده برای اینکه نظام اسلامی باشه، از رسانه‌هاش داره استفاده میکنه، مانع میشه. و متاسفم که از کلیساهام داره استفاده میکنه، از دانشگاه‌های مسیحی ایرانی داره استفاده میکنه و تعلیمات اشتباه میدن که نباید در برابر نظام اسلامی بایستیم. پس باید هوشیار باشیم. و چه بسا و چه بسا که نفوذی‌هام از جمهوری اسلامی تو این کلیساها و تو این دانشگاه‌ها رخنه کرده باشن. از کجا معلوم که نکردن؟ زمانی که ما میشنویم که رهبران اپوزیسیون سیاسی تشکیلاتی رو ایجاد میکنن، بعد از چند ماه متوجه میشیم که در اون اصلاح طلبا هستن، در اون قدرت های نظامی، شخصیت های نظامی اونجا نفوذ کردن، جاسوس ها هستن. آیا امکان پذیر نیست که تو کلیسا هم جاسوس اومده باشه و بگه سکوت کنید، هیچی نگید بر علیه جمهوری اسلامی؟ گوش بیشتر فکر کن. ما چند دقیقه بیشتر وقت نداریم عارف عزیزم، خوشحال میشم اگر مطلبی هست از شما بشنویم. بله، همینطور که شما فرمودین، بله، تعلیمات دروغ حتی در دانشگاه هم رخنه کرده و همه ما مسیحی ها رو میخوان در برابر ظلم چیکار کنن؟ ساکت کنن. اما ما مسیحی ها باید هوشیار باشیم. عیسی مسیح به هیچ وجه در برابر ظلم سکوت نکرد و ما هم سکوت نمی کنیم. باز تکرار می کنیم، جنگ ما با گوشت، خون، استخوان نیست، بلکه با ارواح شریره. ما آمی. بر ارواح شریر داریم نهیب میزنیم. ما به ارواح شریر داریم حمله میکنیم. حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومتی نیست که از طرف خداوند باشه. چرا؟ چون حکومت شیطان بر روی زمین وجود داره و این حکومت یک حکومت شیطانیه. من از تمام خادمین خواهش میکنم شما بین تعلیمات درست رو به مردم بدین. به مردم نگین سکوت کنین تا سرزمین ما تیکه تیکه بشه. امروز ایران در موقعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته و کشورهای اروپایی در
در فکر این هستن که بتونن بیشتر و بیشتر و بیشتر ایرانو بخوان بچاپن. ما یک روز خبردار میشیم که ایران از افغانستان بدتر میشه، که ما امروز خیلی از شهرهای ما تو سیستان و بلوچستان، خرمشهر و جاهای دیگه داریم که دانش آموزان ما هنوز سخت ندارن، برادر رسول، کفش ندارن بپوشن برن. این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده همین سکوت هاست که خادمین امروز دارن تعلیم میدن. نه هموطن، نه برادر و خواهر مسیحی، ما نباید سکوت کنیم و کلام خداوند سکوت ما رو جایز نمیدونه. آمین آمین. گاندی خیلی زیبا میگه، اعلام میکنه درد من تنهایی نیست، بلکه مرگ ملتی است که فقر را قناعت، بی‌همتی را صبر و با لبخندی بر لب این حماقت را حکمت مینامند. پس هوشیار باشیم که مبادا توی جایگاهی بیستیم عزیزان به نوع اشتباهی فکر کنیم و فکر کنیم این اراده خداوند هست. هرگز اراده خدا این گونه نیست. آخر وقت هستیم، اما دو سه تا آیه میخوام از مزمور 52 براتون بخونم. اعلام میکنه ای جبار، ای نظام اسلامی، ای خامنه ای، ای آخوندها، ای جبار چرا از بدی فخر میکنی؟ رحمت خدا همیشه باقی است، پس توبه کن، پس پوزش بخوا از ملتت. زبان تو شرارت را اختراع می کند، مثل اسطوره تیز، ای هیل ساز، بدی را از نیکویی بیشتر دوست می داری و دروغ را زیادتر از راستگویی، که 40 سال به ملت ما دروغ گفتن. همه سخنان مهلک را دوست می داری ای زبان هیل باز، خدا نیز تو را تا به ابد هلاک خواهد کرد و تو را ربوده از مسکن تو خواهد کند و ریشه تو را از زمین زندگان. عادلان این را دیده خواهند ترسید و بر او خواهند خندید. هان این هست کسی که خدا را قلعه خیش ننمود، مانند نظام اسلامی به دروغ از اسم خدا، هرچند از الله استفاده می کنند که الله بت هستش، استفاده کردن تا مردم رو فریب بدن. هان این است کسی که خدا را قلعه خیش ننمود، بلکه به کثرت دولت خود توکل کرد، به قدرت‌های خودشون، به چند تا موشکی که درست کردم، و از بدی خیش خود را زورآور ساخت. اما اینک زمان سرنگونی این تاریکی هست، اینک زمان سرنگونی این نظام اسلامی است. با سپاس فراوان از تکلیف شما هموطنان عزیزم، از اتاق فرمان و یاسر عزیزم، از مدیریت این شبکه آقای شهرام همایون عزیز، از عارف عزیزم از آلمان که با ما بودید. اگر مطلبی نیست عارف جان، شما رو به دستان خدا میسپارم. سپاسگزارم که با ما بودید. آمین. من فقط یه مطلب دارم، اینم بگم خداوند دوست نداره کسی هلاک بشه تا آمین. مسیحی بشه. آمین. مردم ما نباید هلاک بشن. این پیام من به خادمینی هست که به مردم و دیگر مسیحیان تعلیم غلط میدن. خداوند دوست نداره کسی هلاک بشه و ما امروز باید جلوی هلاک شدن مردم ما تو ایران رو بگیریم در نام عیسی مسیح. آمین. با سپاس فراوان، فیض خداوند عیسی مسیح با تک تک شما عزیزان باشه. آزادی ایران بسیار نزدیک است. دعا کنید برای سرنگونی نظام اسلامی. صدات میزنم نجاتم بده از تو اینم همه، دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو، دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا به هم نگاه کن، امیدم به نگاته، دلم دست به دعاته، چشم همش